سلام، برنامه این هفته قرنومی درباره سینمای ایران در 100 سال گذشته است. اولین فیلم سینمایی ایرانی بیش از 90 سال پیش ساخته شد و امروزه به رغم سانسور و مشکلات دیگر سینما به یکی از هنرهای اصلی در ایران تبدیل شده است. در این برنامه می‌خواهیم بررسی کنیم که سینما چگونه به ایران وارد شد و در 100 سال گذشته چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است. ما در 6 برنامه گذشته به موضوعات تجدد، غرب‌گرایی، ادبیات، تغییر ارزش‌ها، حاکمیت قانون و هویت ایرانی پرداختیم. این برنامه‌ها را به مناسبت پایان یافتن قرن 14 در نوروز امسال تهیه کرده‌ایم. سینما ایران در 100 سال گذشته به رغم همه موانع و به ویژه سانسور فیلم‌های موفقی ساخته، در جشنواره‌های بین‌المللی خوش درخشیده و نام هنر ایران را در جهان پرآوازه کرده و از هنرهای مطرح کشور بوده است. سینما ایران همچون هنرهای دیگر در این قرن فراز و فرودهایی داشته و با توجه به رویدادهای سیاسی کشور و میزان آزادی بیان دوره‌های مختلفی را طی کرده است. درباره سینما ایران در یک قرن گذشته با حمید نفیسی، پژوهشگر تاریخ سینما و تقی مختار، بازیگر و منتقد سینما گفتگو می‌کنیم. ولی ابتدا تینوش نزبرو نگاهی دارد به سینما ایران در 100 سال گذشته. فیلم رو یک نفر میسازه ولی با هزاران نفر ارتباط برقرار میکنه. اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکند. ترای تازه ای را پرورش می دهند. نه یعنی منون تو شیشنه تو بچه هست؟ ایرج قادری، همایون، نور در و علمی، شاهرنگ. اگه نرخصی می شینم عقده ی دل باز می کنم. مشکل یه زیادی هم مایه درد سر آنی؟ اگه خدا به ما هم آب و رنگی داده بود الان گلو طرف پیش ما گیر. نمیشه باور کرد. تو زنده هستی؟ نکنی دارم خواب میبینم؟ نه نه ستاره من، تو بیداری، ما هر دومون بیداری. بزن قدش. بزن قدش تا بهت بگم. بیا امشب خونه آقا کار میکنه. چه کاری؟ تو دیگه از این وقت فرمیزم. بزن سر وقت دلش برام سوخت. از
اون وقت فهمیدم که فرهاد مثل بعضی از مردای دیگه نیست، جوونی با معرفتیه. نام تو را ای متعال خواهم سرائی، نام تو را با او به دختار خواهم سرائی. باشیم بابا ورش دار ببر کلانتری حقیقت بگم. شرافت کار از دست ندی؟ حقیقت چیه؟ پیش با افتاده هست؟ بذاری قشنگ خیال کن. میگم بابا خوابش میاد، نگاش کن. حالت خوبه مشتسن؟ من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم. وای خدا، فرمان اومد. چقدر خوبه که من و شما تنهایی، دور از اون همه نگاه مزاحم. اصلا اشتباه نکن، هیچ بعید نیست که نگاهش از نگاه من و تو گهتر باشه. کجا بریم؟ خونه. فقط خواهش میکنم اگه اون درش رو تلفن زد که حتما میزنه خودت جوابشو بده. گفت قرارمون بین ساعت 10 تا 11. میدونی چرا؟ نه. میگفت دو تا آدم کنار هم مثل 11 میمونه. یه آدم هم مثل 11 میمونه به شرطی که فقط به پاهاش نگاه کنی. این باید قصد نگاتیف بشه، کپی سف چاپ بشه، چه میدونم هزار تو کوفته زهرمار بشه، پوتینگ بشه، موتینگ بشه، این بشه، اون بشه، تا برسه به هیئت داوران. داوران تازه میاد به جشنواره در حالی که ما دو روز بیشتر وقت نداریم. دو روز و نصف. دو روز و نصف. آخه این خانم روان بخش اگه کارش تموم بکنه منم میکسم. بود به سوریز غلیزه با عبر پیروتامی. همه اینا را قلم بزن، همه اینا را رد بشن. از مزه یک گیلاس مقا بذاره نگذر، من میگم رفیقتم نگذر. حالا میگذر Thank you.
و اما سینما ایران در دوره رضاشاه چه ویژگی هایی داشت؟ عبدالحسین سپندها در این دوره چرا بیشتر به فیلم های تاریخی مثل فردوسی و شیرون فرهاد علاقمند بود؟ چگونه روحانگیز سامی نژاد بازیگر فیلم دختر لور پیش از قانون کشف حجاب در این فیلم در سال 1312 بدون حجاب ظاهر شد و بعدها چه سختی هایی کشید؟ چه محدودیت هایی برای سینماگران در دوره رضا شاه وجود داشته؟ چرا در دوره شاه فیلم های عامه پسند موسوم به فیلم فارسی رواج یافت؟ سینمای نوجنوی ایران چرا شکل گرفت؟ آیا می شود از محتوای برخی از فیلم های پیش از انقلاب وقوع انقلاب اسلامی را پیش بینی کرد؟ نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شکل‌گیری سینمای هنری ایران چه بود؟ چرا انقلابیون مسلمان در انقلاب 57 سینماها را آتش می زدن؟ سیاست جمهوری اسلامی در مورد سینما چیست؟ و در چه مواردی سانسور اعمال می شود؟ فیلم های فعلی سینما ایران در مقایسه با پیش از انقلاب چه سوژه هایی دارد؟ چرا سینما ایران توانست موفقیت کم نظیری در سطح جهانی کسب کند؟ چرا در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه سینماگر زن زیاد است؟ حمید نفیسی و تقی مختار دو مهمانان این برنامه هستند. آقای نفیسی، اگر ممکنه میخواستم از شما شروع کنم. شما در جلد اول کتاب 4 جلدیتون در مورد تاریخ سینما ایران که به انگلیسی نوشته ولی به فارسی هم ترجمه شده اشاره میکنید به موضوع مدرنیته و سنت در سینما، که مدرنیته که سینما یک سنت مربوط به مدرنیته است و در ایران وارد شد با سنت روبرو بود. می‌خواستم ببینم این تقابل اگه وجود داشته به شکل زیاد مثلا در دوره رضاشاه چگونه بوده؟ مهمترین چیزی که میشه گفت در مورد چیز در مورد دوران رضاشاه اگه نگاه بکنیم می‌بینیم که مثلا فیلم دختر لور که اولین فیلم ناطق به زبان فارسی هست که در دوران رضاشاه در میاد، این فیلمی است که اردشیر ایرانی کارگردانیش رو میکنه. اردشیر ایرانی خودش یه هندی بود که زبان اردو رو خوب بلد بود و اولین فیلمی که میسازه عالم آرا هست، به زبان انگلیسی در میاد. ایشون خودش عبدالحسین سپندها رو به اصطلاح زیر بال و پر خودش میگیره و بهش با اون با همکاری اون اولین فیلم ناطق فارسی رو یه هندی و یه ایرانی با هم تولید میکنن که فیلم دختر لور هست. این به طور کلی این جنبای چند فرهنگی بودن فیلمسازان خیلی مهم هست و بعدا هم همینطور که پیش میایم به دوران شاه و بعدا دوران شاه می‌بینیم که خیلی از کارگردانان درجه یک سینما کسی بودن که خارج درس خونده بودن و یا بعد از جمهوری اسلامی یک سینمای دیاسپورای ایرانی به وجود میاد توسط کسانی که در خارج فیلم ساختن راجع به ایران و بعضی اوقات این فیلماشون آورده میشد به ایران. به طور کلی می‌خواستم یه سینمای بله از جهانی بودن سینماگران ایرانی در طول تاریخ سینما. بسیار خوب. حالا آقای مختار، میخواستم از شما بپرسم در مورد اشاره کردن آقای نفیسی به سینمای عبدالحسین سپندها. ایشون علاوه بر فیلم دختر لور که نقش داشته درش، بعدم فیلم فردوسی میسازه، شیرین و فرهاد میسازه. میخواستم ببینم چطور شد که عبدالحسین سپندها مثلا فیلم فردوسی رو ساخته؟ آیا این از چیزایی بوده که رضا شاه میل داشته ساخته بشه در اون دوره که به هر حال توجه به ایران باستان و گذشته ایران زیاد بوده؟ مهم اینه که ما توجه داشته باشیم که آقای سپندها یا همونطوری که میدونید اسم واقعی ایشون بودش عبدالحسین شیرازی که به نام سپندها معروف شدن، ایشون فرد ادیب و تحصیل کرده ای بود، توی مدرسه آمریکایی تو تهران درس خونده بود، بعدم رفته بود در هندوستان اونجا تحصیلاتی کرده بود و اهل فرهنگ و ادب و هنر بود و همچنین روزنامه نگاری میکرد، هم در هندوستان نشریه ای منتشر کرد، هم بعدها در ایران در اصفهان نشریه سپندها رو منتشر میکرد و کتاب های زیادی هم نوشته. بله بله. یعنی یک فرد ادیب و
فرهنگی بود و این به تاریخ ایران اصولا خیلی علاقه داشت. مطالعات کلیش روی فرهنگ کهن ایرانی و تاریخ ایران بود. به همین دلیل دختر لورلو وقتی که در هندوستان شروع کرد، همونطور که آقای نفیسی فرمودن، درست کردن، در اونجا نگاهی داشت به تحولاتی که در داخل ایران در اون سالها در جریان بود و در آخر اون فیلم دختر لور یا جعفر و گلنار اونطور که معروفه، یا حتی اسم دیگه‌ای داره به نام ایران دیروز و امروز، اینا همه نشون میده که ایشون به تحولاتی که توسط رضا شاه داشت اتفاق میافتاد در ایران توجه داشت و میخواست که با اشاره به اونها فیلم‌های درست بکنه. بعد از فیلم همین دختر لور، ایشون فیلم فردوسی رو ساخت که خیلی مورد توجه قرار گرفت. البته این رو هم بگم که رضا شاه وقتی فیلم رو دید قبل از اینکه به نمایش عمومی در بیاد، از یه قسمت‌هایی از اون که مربوط به شاه غزنوی میشد زیاد خوشش نیومد و گفت اونو تغییر بدن، و تغییر دادن و شاه غزنوی رو یک کمی عادل‌تر و مهربان‌تر نسبت به فردوسی نشون. بعد البته خب آقای سپنتا شیرین و فرهاد رو درست کرد که توجه دارید از روی منظومه نظامی گنجوی گرفته شده. بعد لیلی و مجنون رو درست کرد سالها بعد که باز اونم از نظامی گنجوی گرفته شده. در نظر داشت حتی فیلمی هم درباره عمر خیام بسازه که متاسفانه موفق نشد این کار رو بکنه. بله، در هر حال ایشون یک فردی بود که بیش از این که ما به عنوان یه سینماگر حرفه‌ای بهش نگاه کنیم، گرچه حرفه‌ای بود، یعنی بیشترین فیلم‌ها رو در دوران رضا شاه سپنتا درست کرد، ولی بیشتر یک مرد فرهنگی بود. بله بله. و همین دلیل هم توجه داشت به آثار ایرانی و گنجینه‌هایی که در ادبیات فارسی هست. آقای نفیسی، می‌خواستم ببینم آیا در اون دوره‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم هیچ نشانه‌ای وجود داره که مثلا روحانیت با سینما مخالفت بودن؟ شما چه اطلاعاتی میتونید به ما بدید در اون دوره؟ ولی قبل از اینکه شما به این سوال پاسخ بدید، ما یه گزارش کوتاهی درست کردیم به چگونگی ورود سینما به ایران که اونو میبینیم، بعد میام خدمت شما. 5 سال پس از اختراع سینما، مظفرالدین شاه قاجار در سفر به فرنگ شیفته تصویر متحرک شد و یک دوربین فیلمبرداری یا دستگاه سینماتوگراف خرید و میرزا ابراهیم خان عکاسباشی را مأمور استفاده از آن کرد. نخستین فیلم تاریخ سینمای ایران هم با نام مظفرالدین شاه در جشن عید گل در روز 23 مرداد سال 1279 در بلژیک و با حضور مظفرالدین شاه ساخته شد. پس از آن در تهران و تبریز سالن‌های نمایش فیلم برپا شد و رفته رفته فیلم‌های داستانی صامت هم در آن به نمایش در آمد. اما نخستین فیلم سینمای ایران را آوانس اوگانیانس با نام آبی و رابی در سال 1309 ساخت. این فیلم که بسیار آن سالها در ژانر کمدی بود با اقبال مواجه شد و 3 سال بعد از آن آوانس اوگانیانس دومین فیلم سینمای ایران حاجی آقا اکتور سینما را ساخت. اما 1 سال بعد از آن اردشیر ایرانی در بمبئی فیلم دختر لور را به عنوان نخستین فیلم ناطق سینمای ایران کارگردانی کرد. فیلمی که در ساختار و محتوا نگاهی به سینمای هند داشت و سرآغازی شد برای به حرکت درآوردن چرخ تولید سینمای ایران. خب آقای نفیسی، میخواستم بپرسم که اصولاً برخورد روحانیت با ورود سینما به ایران در دوره رضا شاه چگونه بوده؟ والا اینا مخالف بودن با سینمایی که فرهنگ غربی رو به ایران می آورد و مخصوصاً تصویری که از زن داده می شد و
به طور کلی از هر چیزی که لذت توش بود، انترتینمنت به اصطلاح، که جامعه مذهبی نداشت، یعنی فقط لذت خالص به اصطلاح، لذت برای اینکه یه نوع لذت مذهبی هم هست، مثلا توی تعزیه ها و روزه ها و دسته ها و اینا شما یه نوع لذت و لذت مذهبی میدین، ولی این یه لذت خالصه به اصطلاح که شخصیه، که هر کسی میتونه از دید خودش از اون فیلم لذت ببره، حالا چه رقص باشه، چه آواز باشه، چه تحرک باشه، چه جنبش و چیس به اصطلاح تعقیب باشه، همه این چیزایی که در فرمولایی که در سینما به کار برده میشد، اینا از این نظر با سینما اشکال داشتن. یکی دیگه‌ش هم، یکی از دلایل دیگه‌ش هم اینه که خیلی از کسایی که تو سینما کار می‌کردن از اقلیت‌های مذهبی بودن، یهودی‌ها، بهائی‌ها، یا از قومیت‌های دیگر ایران بودن، مانند ایرانیان عرب فرض کنین، یا چیزهای اینطوری. به این ترتیب عواملی بود که موجب میشد که مخالفت بکنن با سینما، و آخرش هم اینه که سینما در واقع داشت میشد یه نوع رقیبی برای منبر. بله بله بله. خب آقای مختار، میخواییم برگردیم اگه ممکنه به دوران محمد رضا شاه. البته در مورد سینمای دوره رضا شاه خیلی میشه صحبت کرد، ولی چون ما میخواییم این دوره رو نگاه کلی بندازیم، ما در دوره محمد رضا شاه با چیزی روبرو هستیم به نام سینمای فیلم فارسی به اصطلاح، و اینکه فیلم های تجاری عامه پسند. میخواستم ببینم که این نوع سینما در ایران چگونه شکل گرفت، چه نیازی بود که سینما ایران از آقای سپندها مثلا که به گفته شما فرد ادیب و فرهنگی بود رفتیم به این نوع سینما. ولی در اینجا هم ما یه گزارش کوتاهی داریم، اونو میبینیم، بعد برمیگردیم خدمت شما. در بازو مشالله شب رو مشالله. از میانه دهه 20 و پس از وقفه‌ای که جنگ جهانی دوم در کار تولید فیلم در ایران ایجاد کرده بود، سینمای ایران با الهام از سینمای ملودرام هند دست به تولید فیلم زد. فیلم‌های عامه پسند و سطحی که با داستان‌هایی اغلب از طبقه متوسط شهری و برای همین طبقه ساخته می‌شد. در دهه 30 و 40 این سینما که به فیلم فارسی مشهور شده بود، جریان اصلی سینمای ایران رو تشکیل میداد که به گفته هوشنگ کاووسی منتقد فیلم، کلیشه بودن همه عناصر، استفاده از جذابیت جنسی زنان و مبالغه و نبود منطق روایی مؤلفه‌های کلی آن را تشکیل میداد. اما شاید بتوان نقطه اوج سینمای فیلم فارسی را در سال 1344 و فیلم گنج قارون دانست. گنج قارون ساخته سیامک یاسمی نخستین فیلم ایرانی بود که به فروش میلیونی رسید و همچنان هم در جدول پرفروش‌های تاریخ سینمای ایران قرار دارد. فیلمی با بازی فردین و فروزان که نگاهی ساده و سرخوش به زندگی دارد و تماشاگرانش رو برای سالها راضی نگه داشت. گنج قارون به سینمای ایران رونق زیادی داد و سینمای بدنه و عامه پسند ایران رو تثبیت کرد، تا جایی که در سالهای بعد به ندرت تهیه کنندگان علاقه به سرمایه گذاری در فیلمهایی در سبکهای دیگر داشتند. سینمای عامه پسند یا فیلم فارسی تا پیش از انقلاب پرقدرت به حیات خود ادامه داد، اما بسیاری بر این باورند که گرچه فیلم فارسی چرخ اقتصاد سینما را به خوبی میچرخاند، ولی بسیاری از هنرمندان و آثار سینمایی هنرمندانه هم با همین چرخ به زیر گرفته شدند. آقای مختار بفرمایید در مورد سینمای معروف به فیلم فارسی. همونطور که اطلاع دارید سینمای حرفه‌ای ایران پس از یک دوره 15-16 ساله به اصطلاح سکوت که بعد از رفتن رضا شاه در ایران پیش آمد، یعنی در اواخر دهه 10 و
نیمه اول دهه 20 پا گرفت و شروعش هم از کار دوبله بود. کسانی که رفته بودن اروپا مثل دکتر اسماعیل کوشان و در اونجا تحصیل میکردن، به خصوص مثلا آقای کوشان در رشته اقتصاد دکترا داشت ولی به سینما علاقه داشت و در اتریش و آلمان و اونجاها یه مقدار زیادی دوره های کار دوبله و فیلمسازی رو دید و یاد گرفت. بعد در راه برگشتش به ایران در ترکیه چند تا فیلم رو دوبله کرد و در ایران نمایش دادن و خب تا اون موقع فیلم هایی که در ایران نشون می دادن همه فیلم هایی بود که از کشورهای دیگه می اومد و به زبان اصلیشون داده می شد، هرچند مورد اقبال مردم بود ولی آنچنان به دل نمی شست چون توده های مردم زبان های خارجی رو نمی دونستن و فیلم ها فقط تصاویرشون براش جذاب بود. دکتر کوشان با علم به این که اگر این فیلم ها رو به زبان فارسی درست بکنن فیلمی هم ایرانی باشه، کرکترها شخصیتها ایرانی داشته باشن، حتما ازش استقبال خواهد شد و با اون شم تجاری که داشت در اثر خوندن اقتصاد به این فکر افتاد که یک استودیوی درست کنه و استودیو میترا فیلم رو درست کرد و شروع کرد به فیلم ساختن. در اونجا ما میبینیم که از بهترین چهرهای فرهنگی ادبی و هنری ایران برای نوشتن فیلم نامه، ساختن آهنگهای فیلم، تصنیف فیلم و بقیه مسائل فیلم امینا استفاده می شد. یعنی فکر این بود که بخوان یه کاری بکنن که ارزش ایرانی داشته باشه. بعدها هم دکتر کوشان و دیگران این کار رو دنبال کردن با شکست‌های متعدد تجاری که داشتن می‌خوردن ولی مقاومت کردن چون استقبال مردم خیلی خوب بود. اما وقتی کودتای سال 1322 اتفاق افتاد از اون به بعد در کشور یک خفقانی حاکم شد. تقریبا همه چیز فرهنگی ایران مثل مسائل سیاسی زیر اختناق قرار گرفت و سازمان‌هایی برای ممیزی و سانسور و اینجور چیزها هم در عرصه هنر، دانشگاهی، مطبوعات، ادبیات همه چی به وجود آمد. این موضوع باعث شد که کل جریان‌های فرهنگی و هنری در ایران به دامن یک ابتذال بسیار بدی بیفتن. از اون موقع که شما نگاه کنید فیلم های ایرانی که بعد از سال 32 شروع میشه به ساخته شدن بیشتر فقط جنبه تفریحی داره، برعکس فیلم های دوره رضاشاه یا فیلم هایی که از سال 27 تا سال 32 ساخته میشد که با سوژه ها و مضامین اجتماعی در اونها وجود داشت. بسیار خوب، بسیار خیلی ممنونم آقای تقی مختار. ما یک استراحت کوتاهی میکنیم و بعد برمیگردیم به ادامه این بحث ما در مورد سینما در 100 سال گذشته. بیش از 23,000 نفر از مردم ترکیه به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن. منطقه دیستیلری که امسال در زیر سایه کرونا فقط تونسته چراغونیش رو انجام بده. 17 تن از سرنشینان پرواز 752 مقیم یا شهروند کشور سوئد بودن. مجلس نمایندگان 24 ساعت مهلت داده بود. در کشوری مثل فرانسه تمام هزینه های سفت جنین رو دولت تقبل میکنه. شما بیننده ایران اینترنشنال هستید. من اشکان صفاییم، خبرنگار ایران اینترنشنال از اورشلیم. با ما بمانید. اولین کارگردان سینما ایران فکر کنید کیه؟ از زمان مظفرپیشوها. شانسی که سینما ایران در اون زمان آورد حضور ولی حضرت فرح پهلوی بود. یه بازنگری به کودکی خودش نادری. مسئله بحران فقر. چطور فقر حتی خانواده ها رو داره از هم میپاشونه. دل مرا ببین که در گرو گورستان های کهنه است که گورهاشان در خاک غرقاب میشدند. نزدیک به 16 سال پیش بود که به خاطر این مرد من از ایران خارج شدم. پدرم رو میگم، شاعر و نویسنده است، اسمش رضا براهینیه.
مالا 77 سالشه. بگذاریم. بذارید فیلم رو ادامه بدیم. به بخش دوم برنامه قرن امید خوش اومدید. گفتگوی خود را درباره سینما ایران در 100 سال گذشته با مهمانان این برنامه حمید نفیسی و تقی مختار ادامه میدیم. آقای نفیسی، بعد از فیلم فارسی ما به ناگهان با موج جدیدی در سینمای ایران روبرو میشیم که به موج نو سینمای ایران، سینمای هنری معروفه. بفرمایید چگونه سینمایی که در ایران داشتیم سینمای تجاری بود اینا و هیچ امیدی نمیرفت، به ناگهان ما در اواخر دهه 40 روبرو شدیم با سینمای موج نو در ایران. سینمای موج نو در موقعی به ایران وارد شد که اواخر دهه 1950 و دهه 1960 هست. یه سری عوامل ساختاری بود، یه سری عوامل شخصی و فردی بود و عوامل اجتماعی. از نظر ساختاری چیز مهمی بود که در دوران پهلوی دوم افرادی سر کار مؤسسات فرهنگ و تلویزیون و فیلم قرار گرفتن که همشون رابطه نزدیکی با دربار داشتن یا با خانم فرح پهلوی. اون سازمان‌هایی که اینا اداره می‌کردن تا اندازه‌ای مسئول بمونن از دخالت‌های سازمان امنیت و کسای دیگه، و دست و بالشون هم باز بود از نظر مالی که آدم‌های بهتری رو بگیرن و سینمای بهتری رو بخون را بندازن. یکی دیگه هم برای به وجود آمدن عوامل دیگه که برای وجود موجب به وجود آمدن موج نوع سینمای ایران شد، خود فیلمسازا بودن که تعدادشون خارج درس خونده بودن، مثل کامران شیردل، مثل مهرجویی. سومین عامل اینه که همکاری این سینماگران فرهنگ درس خونده با نویسندگان معترض ایرانی مثل گلشیری، مثل ساعدی، و این موجب شد که کار اونا رو ادپت بکنن برای فیلم ساختن. و به همین علت شد که مثلا فیلم مهرجویی گاه که مهرجویی کارگردانیش کرد و ساعدی الهام پذیر الهام دهنده موضوعش بود و در سناریو نویسی باهاش کار کرد، این در واقع شد یه نمونه ارجح فیلم موج نو که در ده اتفاق می افتاد، نه در شهر. اون چیزی که در دوران شاه پهلوی دوم، مخصوصا بعد از جشن‌های 2500 ساله که تاکید روی تمدن بزرگ و مدرنیته و اینجور چیزا بود، اینا اصلا موضوع رو عوض کردن، چرخیدن به طرف ایران اولیه، ایران محروم، ایران توسعه نیافته، و شروع کردن اونجا زندگی مردم رو نشون بدن و ایران واقعی رو به اصطلاح نشون بدن. اینا همش و سومین و آخرین و یعنی شرایط دیگه هم هست، ولی یکی دیگه هم اینه که سینماهای متعددی به وجود اومدن، سینماهای درجه یک، درجه دو، سینمای دولوکس، که اینا سعی کردن فیلم‌های ایرانی رو نشون بدن. فستیوال‌های زیادی در ایران به وجود اومد و در خارج که این فیلم‌های موج نو برنده جوایز شدن، مثلا خود گاب یه مرتبه سینمای ایران رو مطرح کرد در یک صحنه بین المللی. از اون به بعد شد که ایران کاملا سینماش جهانی شد. بسیار خوب. آقای تقی مختار، شما در یه جایی گفتید که فیلم سفر سنگ، فکر کنم مسعود کیمیاییه دیگه، یکی از فیلم‌هاییه که درش یه نوع پیام گویا اسلامی هست و میشه درش یه نوع مثلا انقلاب اسلامی در پیش و در این فیلم گویا دید. میخواستم ببینم غیر این فیلم و شما در غیر از این فیلم، فیلم های دیگه هم هست یا در این فیلم چگونه میشه این موضوع رو دید؟ یا یعنی اصولا در این نوع سینما میشه یه نوع اتفاقاتی که بعدا پیش اومد در ایران مشاهده کرد؟
بله، من اجازه میخوام که یه نکته دیگر هم به صحبت‌های جناب نفیسی اضافه کنم و اون اینکه در دهه 40 همونطور که میدونید تحولات اجتماعی سیاسی عظیمی که رخ داده بود مخالفین حکومت شاه رو شدیداً با او رو در رو کرد و چون اختناق خیلی سنگینی وجود داشت این فعالیت‌های سیاسی تقریباً زیرزمینی و حاد شد تا مرحله مثلا مبارزات تئوری مبارزات مسلحانه هم پیش رفت. در یه چنین وضعیتی بازتاب این تفکر مبارزه با قدرت رو ما در سینمای ایران هم از طرف اتفاقا کسانی که جوان بودن به سینما آمده بودن ولی تحصیلات عمده سینمایی هم نداشتن، مثلا خود مسعود کیمیایی که وقتی شروع کرد به ساختن فیلم قیصر یه جوانی بود و تحصیلات سابقه تحصیلات بالایی هم حتی در رشته سینما مطلقا نداشت. اما علت موفقیت مثلا قیصر که یکی از فیلم‌هایی بود که موجب شد تحول بزرگی در سینما ایران پیش بیاد اینه که در اون فیلم ما با مضمون انتقام شخصی روبرو هستیم. برای اولین بار می‌بینیم که قهرمان فیلم برخلاف قهرمان‌های فیلم‌های دیگر ایرانی وقتی بهش ظلم میشه خودش راه میفته و میره که انتقام کشی بکنه. در اون فضایی که وجود داشت علیه حکومت در اون موقع گرچه اون فیلم سیاسی نبود اما از این نخواست به عنوان یک حرکت به اصطلاح شدید مخالفت با حکومت و به دست گرفتن حق خود مورد استقبال قرار گرفت. بعد از اون مثلا امیر نادری فیلم تنگسیر رو درست میکنه که فیلم تنگسیر هم میدونید که یک ماجرای گرچه شخصیه و یک شخصی به ظلم شده در بوشهر ولی آرام آرام از دید امیر نادری تبدیل میشه به یک مبارزه اجتماعی. و همینطور مثلا نگاه کنید ناصر تقوایی اون فیلم آرامش در حضور دیگران رو درست میکنه و خیلی فیلم های دیگه، یا مثلا فیلم تنگنا دوباره از امیر نادری و فیلمسازهای دیگه‌ای که اینها کوشش میکردن که با مدرنیته اتفاقا مبارزه کنن. درک اون موقع هنرمندا این بود که با مدرنیته‌ای که شاه میخواد به ایران بیاره باید مبارزه کرد. برای این مبارزه تحت تاثیر اندیشه های جلال آل احمد و شریعتی اینها پناه بردن به دامن اسلام و از اسلام یک الگویی ساختن برای مبارزه کردن علیه ظلم و جور. این بازتاب این رو شما در فیلم سفر سنگ کیمیایی به خوبی می‌بینید که فیلمی است که درست قبل از انقلاب به نمایش در میاد. در اون فیلم شما می‌بینید که یک عده با هم جمع میشن و یک سنگ بزرگی رو از کوه میارن پایین و میفرستن به طرف خونه حاکم که اون خونه ظلم رو از بین ببره. و جالب این که در اون فیلم کسی که این سنگ رو به راه میاندازه یک قرآنی به بازوش بسته که این قرآن رو در یک کلوزآپ میذاره پشت اون سنگه و میگه یا علی و اینو حرکتش میده. خب این کاملا نشون میده اون سنگ میاد پایین و میخوره به اون خونه ظلم رو از بین میبره. این در واقع در اون زمان دیگه رسما نشون داد که حداقل جامعه روشنفکری ایران دنبال یک انقلاب هست. البته مثلا خب فیلم گوزها هم قبل از اون ساخته شده بود و بسیاری فیلم های دیگه که مورد سانسور هم همیشه قرار میگیره. بسیار خوب. موضوع دیگری که میخواستم مطرح کنم در مورد موفقیت ایران در جشنواره است آقای نفیسی، ولی ما یه گزارشی درست کردیم در این باره، اون رو میبینیم. من برمیگردم خدمت شما. من مشت حسن نیستم، گاب مشت حسنم. از نیمه دوم دهه 40 جریان‌های جدیدی وارد سینمای ایران شد که به سینما به مثابه هنر نگاه ویژه‌ای داشت. همین هم باعث شد تا سینمای ایران بتواند در جشنواره‌های معتبر فیلم حضور پیدا کند.
نخستین جایزه جهانی فیلم را ابراهیم گلستان برای فیلم کوتاه یک آتش کسب کرد، ولی رفته رفته فیلم‌های موج نو سینمای ایران از جمله گاو و طبیعت بیجان توانستند نظر منتقدان اروپایی فیلم را جلب کنند. ولی پس از انقلاب بود که سینمای ایران در مجامع هنری مطرح شد و نگاه جشنواره‌های خارجی به سینمای ایران جدی‌تر شد. از سال 1365 تا 1385 در طول 20 سال سینمای ایران در بیش از 1000 جشنواره جهانی جایزه کسب کرد و فیلمسازانی چون عباس کیارستمی، امیر نادری، ابوالفضل جلیلی، جعفر پناهی، محسن مخملباف، بهمن قبادی و اصغر فرهادی پای ثابت این جشنواره ها بودند و از پر افتخارترین فیلمسازان محسوب می شوند. آقا دنیا جوری دیگریه، دنیا وقت دیگریه. حضور پررنگ سینمای ایران در مهمترین فستیوال‌های سینمایی جوایز ارزشمند و مهمی چون یوز پلنگ طلایی لوکارنو، خرس طلایی برلین، دوربین طلایی کن و نخل طلا و اسکار را به همراه داشته و بسیاری از اهالی فرهنگ در جهان ایران را با سینمایش می‌شناسند. دستاوردی که کمتر بتوان چیزی را با آن مقایسه کرد. خب آقای نفیسی، سینمای ایران از پیش از انقلاب شروع کرد و به خصوص بعد از انقلاب موفقیت‌های زیادی در جشنواره‌های جهانی داشته. شما که به هر حال سال‌ها در غرب زندگی می‌کنید و با سینمای غرب آشنا هستی، تاریخ سینما نه فقط در مورد ایران، در منطقه رو کار کردید و جاهای دیگر رو می‌دونید، چرا سینمای ایران در جهان اینقدر موفقه و اسم ایران تو دنیا پرآوازه کرده به یه شکلی؟ سوال خوبیه. یکی از دلایلش من فکر میکنم اون کانترستی است که بین وجهه عمومی که جمهوری اسلامی از ایران به وجود آورده و اون وجهه درونی که فیلمسازای موج نوی بعد از انقلاب در ایران باشون برخورد کردن، که انسان‌های شریفی هستن، انسان‌هایی هستن که کار میکنن، تحت فشار هستن، تحت سانسور هستن، ولی خلاقن، بدجنسن، عاشقن، انواع و اقسام کارا رو انجام میدن و این کانترست خودش یکی از دلایلش هست. یکی دیگه از دلایلش هم اینه که سازمان‌های دولتی واقعاً تا اندازه زیادی شروع کردن به کمک کردن به فیلمسازان، هم فیلمسازان موج نوی دوران پهلوی آخر و هم سینماگران فیلم‌های هنری به اصطلاح بعد از جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم که ایرانیایی که در دیاسپورا بودن، اونا هم خیلی کمک کردن برای جهانی کردن سینمای ایران. مطبوعات خارجی مخصوصا منتقدین خیلی تعجب میکردن از این تصویری که از یه ایران به اصطلاح فعال و داینامیک نشون میداد و همه مردم کاملا مذهبی نبودن، همشون مسلمان نبودن، همشون آخوند نبودن، تمام اینجور اختلافاتی که بین تصویر رسمی و تصویر شخصی ایرانی. من فکر میکنم این دوتا چیز میشه بود. بسیار خوب. آقای مختار، ما در مورد سینمای موج نو صحبت کردیم و شما اشاره کردید به فیلمایی که درش یه نوع پیام اسلامی بود و میرسیم به مقطع انقلاب. جمهوری اسلامی، یعنی حکومت انقلابیون مسلمان شاید بگیم، اصلا با سوزاندن سینماها کلید انقلاب رو زدن به اصطلاح. و بعد خب فاجعه سینما رکس و سوزاندن سینما یکی از نمادهای خیلی آشکار این انقلاب هست. چگونه است که اولا می‌خواستم بگم چرا انقدر با سینما دشمنی می‌کردن و بعد چگونه شد که سینما پس از مدتی تو ایران جا افتاد، دیگه این دشمنی کنار گذاشته شد؟ خب اولا دشمنی مراجع تقلید و به اصطلاح روحانیون ایرانی سابقه دراز داره با سینما ایران، همونطور که آقای نفیسی هم اشاره کردن. خب از زمان شیخ فضل‌الله روحی نوری این
مشکل وجود داشته، ایشون فتوا داد علیه سینما. بعد مشکل زمان قبل از انقلاب اسلامی هم این بود که در واقع روحانیون اون شدت نمایش سکس و برهنگی که در اکثر فیلم‌های اون دوره وجود داشت رو اینها به هیچ وجه نمیتونستن تاب بیارن و یکی از دلایلشون این بود که میگفتن که سینما رو سینما برای فحشا درست شده. بله. برای اینکه خب در اونجا صحنه‌های سکسی فراوانی آزاد بود در اون موقع و فیلمسازان برای پول ساختن در واقع این کار رو میکردن. به این دلیل بود که اینها در اون اول انقلاب سینما رو یا قبل از انقلاب شروع کردن به سوزوندن سینماها. بعد از انقلاب هم با تمام جریان سینما اینها مخالف بودن. فقط شانسی که آوردن این بود که آیت الله خمینی که فیلم گاو رو دیده بود گفت من این فیلم رو دیدم و ازش خوشم اومده، چون در دهات بود و هیچ چیزی نداشت که برهنگی و اینجور چیزا توش نبود، کرکترها هم همه مسلمان بودن و اینا. در نتیجه اون فیلم رو تایید که کرد، اون وقت مقامات دیگه جمهوری اسلامی به این فکر افتادن که پس سینما میشه در ایران ادامه پیدا کنه، اما باید زیر نظر ما بشه و به صورت به اصطلاح اسلامی در بیاد. از اونجا بود که اینها اون سازمان فارابی رو تشکیل دادن و شروع کردن با نظارت کامل. البته این رو باید در نظر بگیریم که من بدون اینکه هیچ نظریه سیاسی بخوام در اینجا بدم، پایه‌های آموزش سینما در ایران از دهه 40 به بعد، یعنی از حدود تقریباً 10-15 سال قبل از انقلاب، در دوران رژیم شاه ریخته شده بود. مثلا دانشکده‌های سینمایی، هنری، مدرسه عالی سینما و تلویزیون، اینجور چیزها تأسیس شده بود و جوانها رفته بودن اونجا درس میخوندن. وقتی انقلاب شد اون جوانها بودن که آمدن بیرون و فرصت پیدا کردن و شروع کردن به فیلمسازی. یا مثلا همون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، خیلی از فیلمسازهای مهم بعدی ایران رو که در فستیوالهای جهانی هم درخشیدن از درون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیرون آمدن. بسیار. زمینه این تحول در واقع در دوران پهلوی ریخته شده بود. بله. اما قبل از این که به نتیجه برسه اون انقلاب اتفاق افتاد. بسیار خوب، داریم میرسیم کم کم به پایان برنامه. من یه سوالم از هر دو نفرتون، از هر کدوم یه سوال دیگه هم دارم. آقای نفیسی، بخوایم اگر سینمای بعد از انقلاب و با قبل، میدونیم سانسور وجود داره، محدودیت ها بسیار شدید جمهوری اسلامی، ولی همچنان فیلم ساخته میشه، چه این سوژه هایی که فیلمسازان ایرانی انتخاب میکنن در دوران جمهوری اسلامی چه تفاوتی داره با سوژه هایی که مثلا ما در قبل از انقلاب داشتیم که اینا بتونن فیلماشون رو اجازه پخش بگیرن با همه محدودیت ها؟ سوژه ها چی هست؟ بله، والا یه مقدارش سوژه های درونی هستن به اصطلاح، یعنی روی شخصیت ها و روی واحد های کوچکی کار میکنه، مثلا یه خانواده ای یا یه زن و شوهری، برای اینکه در این شرایط میتونن حجاب رو حفظ کنن فرض کنید، و در این فضای کوچیک هم میتونن انتقاد اجتماعی بکنن بدون اینکه به دولت بر بخوره. و من فکر میکنم سینمای بعد از جمهوری اسلامی همراه با خود ایران که مدرن شده و فردیت یافته شده تا اندازه زیادی، سینمای ایران هم تاکیدش روی شخصیت های کوچیک، یعنی شخصیت های تکی. بسیار خوب، رسیدیم به پایان برنامه. آقای مختار، من یه سوال آخرم از شما میکنم و اون در مورد نقش زنان در سینما ایرانه که خیلی قابل توجهه، یعنی میزان سینماگران زن، کارگردانای زنی که ما داریم شاید حداقل با کشورهای همسایه ما در منطقه قابل مقایسه نباشه. این پدیده رو شما چگونه توضیح میدید که در جمهوری اسلامی ما اینقدر سینماگران زن داریم؟ خب این هم گرچه خیلی
به اصطلاح اتفاق فرخنده‌ایه به نظر من، باز پایش در همون دوران قبلیه که خدمتون عرض کردم. در اونجا دانشجوهایی که تحصیلات سینما می کردن هم دختر بودن هم پسر بودن دوره قبل از انقلاب، و خب بعد از انقلاب خانم‌ها هم فرصت کردن که بیان پشت دوربین هم قرار بگیرن و فیلم بسازن. اما همونطور که می دونید اولین کارگردان زن ایرانی اتفاقا در دهه 1335 یعنی واقعا خیلی سالها پیش بود، خانم شهلا ریاحی بودن که فیلم مرجان رو ساختن. بله بله. خب بعد از ایشون در اوایل دهه 40 فروغ فرخزاد فیلم خانه سیاه هست رو درست کرد. بعد خانم کبرا سعیدی که مشهور به نام شهرزاد، ایشون فیلم مریم و مانی رو در 1356 درست کرد. و همینطور من شنیدم که خانمی به نام مروان نبیلی که از دوستان نزدیک بیژن الهی شاعر معروف بوده، قبل از انقلاب یه فیلم ساخته که البته نسخه ای از اون من ندیدم و فقط شنیدم که درست شده و شاید نیمه کاره مونده یا به دلیلی روی صحنه نیومده. اما بعد از انقلاب این دانشجوها که آمدن بیرون و شروع کردن در این سینمای بعد از انقلاب به فعالیت کردن، اون هم زیر نظر جمهوری اسلامی و همون سازمان فارابی که خدمتتون عرض کردم با کنترل کامل، در ابتدا خانم مرضیه برومند بود که خیلی مورد توجه قرار گرفت، و بعد پوران درخشنده بود، بعد خانم رخشان بنی اعتماد، خانم تهمینه میلانی که یکی از پرکارترین خانم‌های کارگردان ایرانی هست، و خب عده زیادی هم هستن که اگر بخوام اسم ببرم شاید بتونیم بگیم که یه چیزی در حدود الان ما 40-50 خانم کارگردان سینما داریم. یعنی اگه کارگردان های تئاتر هم بخوایم اضافه کنیم یه چیزی دقیقا بیش از 60 خانم کارگردان فیلم و تئاتر ما الان در ایران داریم، که این واقعا یک اتفاق فرخنده‌ایه، به خصوص از این لحاظ که این خانم ها بیشتر فیلم هایی که میسازن نگاه زنانه دارن به مسائل زن و خانواده، هم زن و هم خانواده، مشکلات حقوقیشون، مشکلات اجتماعیشون، درگیری هایی که جامعه با خانم ها داره، خانم ها با جامعه دارن، یک دید تازه‌ای وارد سینمای مردانه ایران شده. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای حمید نفیسی و آقای تقی مختار. برنامه بعدی ما در مجموع برنامه های قرن امید درباره نقش روشنفکران در جامعه ایران و به ویژه رابطه آنان با حکومت در 100 سال گذشته است. اگر درباره این مجموعه برنامه‌ها نظری دارید خوشحال می‌شویم که با ما در میان بگذارید. ایمیل مستقیم برنامه این است: sabashow@volantmedia.net. برنامه این هفته را با گزارشی درباره سینمای پروپاگاندای جمهوری اسلامی به پایان می‌بریم. تا هفته بعد خوب و خوش باشید. پس از انقلاب اسلامی، نیروهای انقلابی که تبدیل به متولیان فرهنگی کشور شده بودند، نگاهی ایدئولوژیک به سینما داشتند. تلاش نیروی حاکم بر این بود تا با استفاده از الگوی شوروی که سینما را پدیده دولتی و در خدمت آرمان‌های نظام می‌دانست، سینما را با سازوکار جدیدی در ایران رواج دهند. برای همین بسیاری از فیلمسازان پیش از انقلاب را از کار کردن منع کردند و افراد جدیدی به عنوان فیلمساز معرفی شدند. در سالهای اولیه فیلم‌ها با موضوعات مذهبی یا درباره مذهبیون مبارز با حکومت شاه ساخته می‌شد، ولی با شروع جنگ و گره زدن موضوع جنگ با دفاع از اسلام، فیلم‌های ایدئولوژیک زیادی درباره جنگ ساخته شد که به سینمای دفاع مقدس مشهور است. فیلم‌های ایدئولوژیک، دفاع مقدس و آنچه که امروز سینمای ارزشی گفته می‌شود، همچنان بیشترین ردیف بودجه را به خود اختصاص می‌دهند. هرچند که این نوع نگاه و سینما هرگز موفقیت‌های چشمگیر جهانی برای سینمای ایران به همراه نداشته. سلام علیکم. آقای فخیم زاده شه. بله. سلام علیکم. سلام.